5. خب هر شبت که دو کتاب ما آوردم خدمتتون، یکی هر شبت که در باب حسین وارث آدم، یکی علی و هر شبت که بقیه داستاناش. حالا بماند، من همین قبل از که بیام اینجا یه نیم ساعت پیشیدیم باز کردم این فخشایش رو، گفتم بیام خدمتتون بخونیم این علی شریعتی. فرق نمی کنی کجاشو باز کنیم. بله خب ما از صفحه، بله از صفحه 127 حسین وارث آدم از علی شریعتی برای شما میخوانیم. در فرانسه هر سبتی سه جور دکترا میدن. قلابی ترینش بهش میگن دکترای اونیورسیته یا اونیورسیته، مثل همین پیه دکترای ادبیاتی به پاکستانی ها میدادن. به معنی که پاکستانی یاد میگیره بگه توانا بود، هر که دانا بود دکترا بهش میدادن بره پاکستان، دکتر ادبیات زبان فارسی. این آقا از اون دکترا بوده. حالا بمانم میگوید اون که بدون در درس ها اشاره کردم این است که در طول تاریخ بشری نهضت های دینی را به دو دسته بزرگ میشه و تقسیم بندی کرد. بر اساس محتوای این دین ها و همچنین بر اساس سنخ پیامبرانشان و بنیانگذارانشان و بر اساس وابستگی طبقاتی و اجتماعی این رهبران دینی و همچنین بر اساس جهت دعوتی که این دعوت کنندگان خلق و بدان میخوانند. بر این اساس و بر این ملاک همه پیامبران تاریخ به اصطلاح تاریخی پیامبران دروغین یا راستین، اینجا شروع کرد به مغلطی کردن و تعصبات رافضی رو نشون دادن، تقسیم بندی پیامبران به دروغین و راستین. خب حالا چه کسی که قضاوت بکند که راستین بود که دروغین بود؟ این آقای حخا اگر که 150 سال پیش بود جز پیامبران انبیا به حساب می آمد. اگر جهال جمع می شدن این هم می شد جز پیامبران راستین. خب بله میگوید بر دو دسته هستند. یک دسته پیغمبران سلسله‌ای هستند که بزرگترین بنیانگذار جهانیش ابراهیم است. این پیغمبران که از ابراهیم به بعد برای ما شناخته‌تر شده‌اند، چون از نظر تاریخی به ما نزدیک‌ترند، سلسله‌ای هستند از پیغمبرانی که وجه مشترکشان از نظر اجتماعی این است که همگی از محروم‌ترین قشرهای زندگی اجتماعی و اقتصادی زمانشان برخواستند و به تصریح شخص پیغمبر اسلام همگی چوپان بودند. خب و به تصریح تاریخ غالبا چوپانی میکردن جز چند تنشان که اونها کارگران حرفی بسیار ساده و گرسنه بودن. این داستان پیغمبر بازی هر می شود که ما میگوییم پیامبران انبیا و اینها، هر شود که بخشی از اینها اسطوره است، میتولوژی، وجود نداشته، نبوده، مثل موسی و ابراهیم و نمیدونم یعقوب و اینها وجود خارجی همچین آدمایی نداشتن. این میتولوژی تاریخ یهوده. همبرتم حالا بنده نمیگم اهمیت ندارد، چون بارها عرض کردم میتولوژی اهمیت داره. مثل که ما بگون که از پادشاهان خیلی تاریخی بزرگ ایران مثلا عرض میکنم کیقوباد است، کیکاووس. آقا ما شخصیت کیکاووس اصلا موجود نبوده. اینا میتولوژیه. این آقا اینها رو به عنوان تاریخ پذیرفته. در مطلب دیگر این که این داستان پیغمبربازی و این جور مصطلحات فقط در خاورمیانه است که هست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه از این شبه قاره هند که شروع بشود که بیشترین جمعیت گیتی معمولا اونجا بوده، اصلا مطرح نیستن اینا، اصلا چنین مصطلحاتی نیست. پیغمبر از آسمان آمده و یه حرفا. و به لحاظ تاریخ شناسی عرض میکنن که این تاریخ یهود، به لحاظ تاریخ عرض میکنن یک دوره ای رو به اینها میگوین دوره از کنم که پیشوایان قبایل یا پتریارکس، نه پیغمبران. بعد از اینکه دوره پت مثل موسی یعنی رهبر قافله، رهبر قبیله، بعد در سرزمین اسرائیل اینها شاهنشاهی به وجود آوردن. کدام چوپان بودند و گدا بودند و این حرفا؟ سلیمان و داوود و اینا پادشاه بودند، آقا پادشاهان اسرائیل بودند. و
و بعد بر اثر فسادی که در همین منطقه اسرائیل شده این داستان‌ها در زمان سلیمان غیره، یه عده میامدن مردم رو به خلقیات نیک دعوت میکنن. اصلا پروفت و پروفسی یعنی این، کسی که حرکت میکنه مردم رو دعوت میکنه. خب پس این آقا داره تاریخ و اسطوره رو معنیش رو نمیفهمه، داره به هم میبافه. خیلی خب. اما پیامبران خارج از این سلسله یا رهبران مکتب‌های فکری یا اخلاقی خارج از سلسله، چه در چین وابسته به نژاد زرد، چه در هند، چه در ایران و چه بزرگان و بنیانگذاران مکتب‌های علمی اخلاقی یونان، بدون استثنا همگی اشرافی بودند و برخواسته از طبقات مرفه و برخوردار و قدرتمند. کی به شما یاد زده؟ همه رو به چوب دانده. کجا به طبقات اشراف دانده؟ اتفاقا درست اینه، گفت قدر درویشی کسی داند که شاهی کرده است. اگر یک شخصیتی مثل بودا فرض فرمایید، یا ابراهیم ادهم که زندگیش خیلی شبیه اون هست، بیاد تشکیلات شاهی رو رها بکنه و بره 30 سال ریاضت بکشه، با مردم بنشینه و مردم رو به فضیلت ها دعوت بکنه، این درسته؟ نه اینکه یک آدم فقیری باشه دوزار جمع کنه، حمله بکنه، اموال مردم رو بگیره، کلانی حرفا به زور شمشیر، و هر فضیلتی تو جامعه هست اونها رو محکوم بکنه، هر فرزانگی و بزرگی رو عرض بکنن که نشانه های بزرگی فضیلت های انسانی که ساختمون های رفیع و تجمع رو خراب بکنه، این درست وارونه است به گمان من. و همه اینها هم اشرافی نبودن. خب و قدرتمند در تاریخ طبقات قدرتمند حاکم عبارت بودن از 3 لایه‌ای که یک طبقه حاکم را می ساختن: طبقه زورمند، طبقه زورمند و طبقه روحانی، که هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی و هم قدرت ایمانی خلق را در دست خود داشتن و چه با هم همساز بودن و چه مخالف. به هر حال سازش یا عدم سازش اونها بر سر حکومت و خلق بوده است و نه برای خلق. این پیامبران و پیشواران غیر ابراهیمی یکایک از هند و چین گرفته رفته رفته تا یونان، همگی از پدر یا مادر یا از هر دو وابسته به طبقات شاهزادگان، روحانیان، اشراف بودند. کنفوسیوس همینطور است، لائوتسو همینطور است، بودا همینطور است، زرتشت همینطور است، مانی همینطور است، مزدک همینطور است. کجا مزدک همینطور است؟ سقراط کجا؟ سقراط وابسته اشراف بوده. این مزخرفات چیه؟ این مهملات چیه؟ سقراط پاپتی رو میگه بابا جان، این دروغگو، این آدم دروغگو و مغلط کاره، کارش بیارزشه، این آدم محقق نیست. عرض کردم فرق آدم محقق با مقلد در این هست که شباهت دارد به قواسی که میخواد داره عرض کنم مروارید سید بکنه. خب قواسی یک لباسی داریم که خفه نشه اون پایین، قواس حقیقی لباسشو میپوشه و تشکیلاتشو میبنده و همه کاراشو میکنه و میره زیر آب میگرده. ممکنه مرواریدی پیدا بکنه، مرواریدم پیدا نکنه، ممکنه دست خالی بیاد بالا، ممکنه که با دست پر بیاد بالا. اما این متقلبین و ایدئولوگ ها همون لباسه رو میپوشن، یکی دوتا مروارید قلابی پلاستیکی تو دستشون یا کمربندشون پنهان میکنن، بعد شیرجه رو میزنن تو آب. بعد از چند قوطه‌ای که خوردن میان بالا میگن ما پیداش کردیم. یعنی پیشا پیش حقیقت رو پیدا کرده، حالا میخواد جریانات تاریخی رو وارد اون قیف حقیقتی بکنه که خیال بکنه حقیقته. نوشته های کمونیست ها، مارکسیست ها، اسلامیست ها، همه متکلمین گذشته و حال، همه به همه یه جوره. یعنی انگیزه قلم به دست گرفتنش اینه که حقیقت رو پیدا کرده خیال میکنه و بعد میخواد اینها رو به دیگران هم حقنه بکنه با پوزش. بله خب بله. بعد میگوید که همه جا میبینیم در بحث از پیامبران ابراهیمی بحث از ناس است، بحث از مردم است، و همچنین بحث اینها با بعثت پیامبران دیگر فرق دارد. بعثت اون پیامبران غالبا توسل به قدرت موجود است برای اشاعه دینشان، فرصت نیست یکایک بگویم. قبلا گفتم در صورتی که پیامبران ابراهیمی بعثتشان همواره به صورت توسل بر مردم است علیه قدرت موجود در زمانشان، ابراهیم را میبینیم تا مبعوث میشود گرز را بر میدارد و موسی چوب دستی چوپانی را و یورش به کاخ فرعون میآورد. این دروغ را از کجا آوردی آقا؟ حتی در داستانی هم که یهودی ها ساختن به 750 سال پیش از میاد تو توراتش نوشتن، کجا موسی جرأت و شهامت این داشت که حمله بیاورد به کاخ فرعون؟
چه مزخرف و محملی است آقا نوشتی؟ تو اون داستان هم میگوید که آقا این رو نمیدونم تو آب گذاشتن و برداشتن تو خاک هرون بزرگ شد و بعد نهایتا این گفت من قوم هم میخوام از اینجا ببرم. قومش برداشت برد. کجا با چماق حمله کرد به خاک فرعون؟ بله. و قارون را در خاک مطعون میکند و فرعون را در آب غرق. اینم از اون دروغای شاخدار که البته میدونیم که دروغ شاخدار است. احتیاج به توضیحش نیست. و پیغمبر اسلام پس از اینکه مرحله فرسازیش تمام می شود آغاز جهاد می کند و در مدت 10 سال بیش از 58 جنگ دارد. خب دست شما درد نکن. اگر سخن سخن خداست باید اون چنان حقانیتی داشته باشد که نیاز به تیغ شمشیر نباشه. آقا سخن حق که نیازمند این که شمشیر بکشی سر مردم ببری یا قبول کن سر که میبرن. آقا اگه حرف خداست باید مردم قبول کنن، اونقدر مستدل باشه، نیرومند باشه، انسانی باشه، جاذبه داشته باشه که مردم قبول کنن، نه اینکه قبول نکنن بعد شمشیری برداری گردنشون رو بزنی اموالشون رو ببری تا به زور قبول کنن. خب بخوام شریعتی رو بشناسیم ما. بله 65 جنگ دارد که البته این دو برابرش هم کرده، دروغ میگه این علی شریعتی، 33 جنگ بوده نه 65 جنگ. یعنی هر 50 روز یک نبرد ماشاءالله و یک کوشش نظامی. دست شما درد نکنه. پیغمبر خدا با شمشیر به جان مردم. خب اساسا معجزات اینها نشانی از گرایش و جهت بعثتشان است. معجزات اینها هم متناسب با رسالتشان است. اژدها شدن عصا و به تخت فرعون حمله بردن است و اسلام و قرآن با اعلام این است که اسلام دینی نیست که قرآن آورده باشد یا آورنده قرآن، بلکه یک دین واحد در طول تاریخ است که هر پیغمبری در قرن آمده تا این دین را به مقتضای زمان بر اساس قوانین خود تبلیغ کنند یک دین است و آن اسمش اسلام است و با اعلام این اسلام و تعمیمش میخواهد به اسلام یک جهانبینی تاریخی بدهد و به نهضت اسلام یک اتصال پیوستی به همه نهضت هایی که در طول تاریخ با شرک در افتادن و برای نجات مردم با زورمندان و زورمندان و فریبکاران به جهاد بخواستن و همه را یک جنگ و یک دین و یک روح و یک شعار در طول تاریخ باشه در همه صحنه و همه اصحاب و نسلها توجیه میکنن توجیه کنن. این داستان های یهود رو خودشون هم بیچاره روشون نمیشد به کسی بگن. یعنی این داستان ها رو که مربوط به عرض میکنم مبدأ و معاد هست، اینها در تورات بود. تورات هم یک کتاب خاص یهودی ها بود، اساسا به غیر یهودی نشون نمیدادن، حرفش هم نمیزدن که بله نژاد انسان نمیدونم آدم بوده و حوا بوده و این حوا رفته اونجا نمیدونم مار گولی زده و رفته این داستان بچگانه نمیدونم چی خورده و بعد خدا اومده داد و بیداد کرد و چند تا فوشی داده و لگد پرانده و اینا رو از بهش پرتاب کرده به زمین اینجا تعبیر باش. اینها از شبت که اینها خود یهودیان جرأت ابراز این رو در نمیدونم حیطه امپراتوری اسلام به حیطه امپراتوری روم یا چین اینا جرأت ابراز این داستان هم نداشتن. ولتر میگه آقا اگر که هر شبت که یک یهودی میامد در سنای روم میستاد و میگو پدر شما ها آدم و حوا بوده نمیم چی اینو با شلاق میزدن میداخنش وسط خیابان و چگونه است. ولتر میگوید که همه این مدنیت های بزرگ مثل چین، مثل هند، مثل بابل، مثل تمدن روم و اینها نفهمیدن پدرشون کیه، کجا اومدن، چهار تا چیز اومدن به اینا گفتن آقا پدرتون حوا و آدم بوده. میگه این چه مسخره بازیه. این داستان ها زمانی مشهور شد که قرآن و اسلام آمد اینها رو رونوشت برداری کردن و کپی کردن و بعد با شمشیر عرب رایج کردن، وگرنه خود یهودی ها هرگز تمایلی هم نداشتن اینا رو برای کسی بخوانن یا به کسی بدهن. یک کتاب مقدسی بود در دست یهودیان در حلقه خودشان مطرح بود. یه آقا چنون صحبت کرده که پنداری از ابتدا همه مردم اینها رو قبول داشتن یا فرض کن این داستان ها مشهور بوده. نه آقا چنین چیزی نبوده. اون کپی برداری رو نوش برابر اصل شما نگاه کنید بذارید مقایسه کنید. آقا خودتون ماشاءالله همه داریم کتابا رو، بنده چندین نوع تورات و چندین نوع قرآن اینها دارم، شما متن دارید. این رو نوشت از روی اصل. روزه بگیرید از اونجا اومده، خطه کنید از اونجا اومده، نمیدونم کدام مرغ بخورید کدام مرغ نخورید، کدام حیوان سر ببرید کدام گوش حلال، همش از اونجا اومده.
نزدیکیش حیرت انگیزه، یعنی درست مثل که کسی کتابی برداره از روش شروع کنه نوشته. تنها چیزی که در اونجا نیست این زکاته. البته به طور غیر مستقیم زکات در چیز هم هست، اما به صورت دستور نیست. مثلا میگه آقا وقتی که بادوم رو تکون میدی، درختاتو میوه چه چیز میکنی، همشو تا آخر نتکون درخت رو، یکی دو تا بادوم، چهار تا سیب، دو تا انگور بذار بیچاره بیام بخوره. در این به صورت زکات در اومده در اسلام، وگرنه هیچ چیز اصیل در اسلام وجود نداره در قوانین اسلام، همش از قدیم بود.